وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. آنانی که به دیدار ما در روز قیامت امیدی ندارند میگویند چرا برای ما فرشتگان فرستاده نشدند یا چرا پروردگار خیش را نمیبینیم؟ ایشان واقعا خود را بزرگ پنداشتند، یعنی با خود مغرور شدند، تکبر ورزیدند و سرکشی بزرگی را مرتکب شدند. یوم یرون الملائکة لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حجرا روزی که فرشتگان را ببینند در آن روز این دیدار برای گناهکاران مژده نخواهد بود و میگویند ما را امان دهید، امان برگشت ناپذیر. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا و به هر آنچه در زندگی خیش انجام دادند رو آوردیم و آن را مانند ذره های غباری که در هوا تیت شود پراگنده ساختیم. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و احسن مقيلا اهل بهشت در آن روز از بهترین قرارگاه و بهترین رهایشگاه برخوردارند. و يوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائكة تنزیلا و روزی که آسمان با ابرها شگفته شود و فرشتگان به گونه منظم فرو فرستاده شود. الملک یومئذ الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا پادشاهی در این روز از آن خدای رحمان است و آن روز بر کافران واقعا دشوار است. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا روزی که آدم ستمگار دست خود را میگزد و میگوید ای کاش من با رسول راهی را برمیگزیدم. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا وَا وَيْلَى ای کاش من هرگز فلانی را دوست نمی گرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اجاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا بیگمان مرا از یاد رحمایی های خدا بعد از اینکه به سراغ من آمده بود گمراه ساخت و شیطان همواره فریب دهنده انسان است. و ای پروردگار من بیگمان قوم من این قرآن را به کنار گذاشتند. و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين و كفى بربك هاديا و نصيرا و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از میان مجرمان قرار دادی و برای تو پروردگارت به حیث رهنما و مددگار کافی است. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا کافران گفتند چرا قرآن به او به یک بارگی نازل نشد؟ این چنین نازل شده است تا با آن دل تو را استوار گردانیم و ما آن را برای تو به گونه مرتب و منظم نازل گردانیدیم. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا هیچ مثالی را برای تو نمی آورند مگر اینکه ما به جواب آن حق و بهترین تفسیر را به تو نازل می کنیم. الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم
شر مکانا و اضل سبیلا. آنانی که به روحای خیش به دوزخ گرد آورده می شوند هم ایشانند که بدترین موقف و دورترین موقعیت را از راه راست دارند. و لقد آتینا موسى الكتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. و بیگمان به موسی کتابی را دادیم و همراهش برادر او هارون را به حیث وزیر گردانیدیم. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَگُفْتِمْ بَسُوِ قَوْمِ كِ آيَاتِ مَا رَا تَكْذِيب كَرْدَنْ بِرَوِيدْ وَإِشَانْ رَا بَقُونَي تَبَاهْ سَخْتِ. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وقوم نوح هنگامی که پیامبران را تکذیب کردند ایشان را غرق ساختیم و ایشان را برای مردم مایه عبرت گردانیدیم و برای ستمگاران عذاب دردناک آماده کردیم. و عاد و ثمود و اصحاب الرس و قرونا بین ذلك كثيرا. و همچنان عاد، ثمود و اصحاب الرس و بسا اقوام دیگر را که در این میان بودند. و کلا ضربنا له الامثال و کلا تبرنا تتبیرا. و برای هر یک ما مثال ها زدیم و چون به آن توجه نکردند همه ایشان را به گونه هلاک گردانیدیم. حتماً آنها از کنار شهری که بر آن باران شومی باریده بود گذشتند. آیا آن را نمی دیدند؟ بلکه زنده شدن بعد از مرگ را توقع نداشتند. و اذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا. و چون تو را ببینند جز به تمسخر نمی گیرند و می گویند آیا این همان کسی است که خدا او را پیامبر فرستاده است؟ این کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. بیگمان نزدیک بود که ما را از پرستش خدایان ما گمراه سازد اگر بر آن استقامت نمی کردیم، مگر چون عذاب را ببینند بیدرک می فهمند که چه کسی گمراه تر است. ارائیت من اتخذ الهه هواه اف انت تكون علیه وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او یعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. آیا آن کسی را دیدی که هوای نفس خیش را معبود خیش گرفت؟ آیا تو می توانی که ضامن راهیابی او شوی؟ یا می پنداری که بیشتر ایشان می شنوند و می فهمند؟ ایشان نیستند مگر مانند چارپایان، بلکه ایشان از آنها هم از جهت راهیابی گمراه ترند. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ويا نجدي فروردگارا چگون سايرا گسترده است و اگر میخواست آن را ساکن میگردانی، سپس آفتاب را دلیل وجود آن قرار دادی، سپس آن را آهسته آهسته به سوی خود جمع کردی. و هو الذی جعل لكم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. و اوست که شب را به شما لباسی گردانی
و خواب را مایه آرامش و روز را وسیله فعالیت و زندگی. و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا. و اوست که بادها را به حیث مژده در پیشا پیش رحمت خود فرستاد و آب پاک کننده را از آسمان فرود آوردیم. لنحیی به بلده میتا و نسقیه مما خلقنا انعاما و اناسی کثیرا. تا با آن سرزمین مرده را زنده کنیم و آن را به چارپایان و مردم بسیاری که آفریده ایم بنوشانیم. و لقد صرفناه بینهم لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا. بیگمان آب و نعمتهای دیگر را در بینشان به شکلهای گوناگون تقسیم نمودیم تا پند گیرند، ولی بیشتر مردم از هر حالت جز ناسپاسی ابا ورزیدند. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا. اگر میخواستیم در هر دیار بیم‌دهنده‌ای میفرستادیم. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. بنابراین از کافران اطاعت مکن و با ایشان به وسیله این قرآن جهاد بزرگ و همه جانبه را براه انداز. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. و اوست که دو دریا را کنار هم جاری گردانید، یکی گوارا و خوشتعم و دیگر شور و تلخ، و در میان آنها برزخ قرار داد، حایل غیر قابل نفوذی. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا. و اوست که بشر را از آب آفرید، سپس برای او نسبی و خویشاوندی قرار داد و پروردگارت به هر چیز تواناست. و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا یضرهم و کان الکافر علی ربه ظهیرا. ایشان جز خداوند چیزهایی را می پرستند که برایشان سود و زیانی نمی رساند، و برخی دیگر از افراد کافر در برابر پروردگار خود پشتیبان برخی دیگرند. و ما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا. و تو را نفرستادیم مگر مژده دهنده و بیم دهنده. قل ما اسالكم علیه من اجر الا من شاء بگو من در این امر از شما مزد نمی خواهم جز اینکه هر کی بخواهد به سوی پروردگار خود راهی را برگزیند. و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا به بذنوب عباده خبیرا. به ذات توکل نما که زنده است و هرگز نمی میرد، و صفات ستوده او را به پاکی یاد کن، و کافیست که خداوند به گناه بندگان خود آگاه می باشد. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا. اوست که آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان آنهاست در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستولی شد. او رحمان است، پس در مورد او از شخص آگاهی بپرس. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن انا
چون به ایشان گفته شود به خدای رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ آیا ما به چیزی سجده کنیم که تو به ما امر میکنی؟ و این روش جز آن که به نفرتشان میافزاید حاصل ندارد. ذاتی که در آسمان برج های آفرید و در آن چراغ و ماه نور بخش فرا داد. و هو الذی جعل اللیل و النهار حلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اوست که شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید برای کسی که بخواهد پندگیرد یا بخواهد سپاس گذارد. و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خدای رحمان کسانی اند که بر زمین با تواضع و آرامش راه می روند و هنگامی که نادانان ایشان را خطاب می کنند می گویند سلام. والذین یبیتون لربهم سجدا آنانی که به حضور پروردگار خود به سجده و قیام شب زنده‌داری می کنند. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم این عذابها کان غراما. آنانی که می گویند ای پروردگار ما از ما عذاب دوزخ را باز دار، بیگمان عذاب آن شدید و دائمی است. این واقعاً که این بد قرارگاه و اقامتگاهی است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما. آنانی که چون خرج میکنند نه اسراف میکنند و نه هم سختی میکنند و روششان اعتدال میان این و آن میباشد. والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهانا. آنانی که با خداوند معبودی دیگری را نیایش نمی کنند و انسانی را که خداوند قتل او را حرام ساخته است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و کسی که چنین کند جزای آن را می بینند. عذاب برای او در روز قیامت دوچندان می شود و او در آنجا به خواری و برای همیشه می ماند. کسی که توبه کند، ایمان آرد و عمل صالح انجام دهد، چنین مردم اند که خداوند بدیشان را به نیکویی تبدیل می کند و خداوند بخشاینده و مهربان است. و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. و هر کسی که توبه کند و عمل نیکو انجام دهد پس اوست که واقعا به خداوند به طور پسندیده رو می آورد. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. آنانی که گواهی ناحق نمی دهند و به کار باطل حاضر نمی شوند
و چون با لغو و کار بیهوده برخورند از آن برویش بزرگوارانه در میگذرند و آنانی که چون به آیات پروردگار خیش پند داده شوند بر آن کر و کور نمی افتند این پندها را نادیده نمی گیرند. آنانی که میگویند پروردگار ما از همسران ما و فرزندان ما برای ما نور چشمان ارزانی کن و ما را برای پرهیزگاران پیشوا ساز. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما خالدین فیها حسنت مستقرا. هم ایشانند که به جزای آن که صبر کردند بهشت برین را صاحب می شوند و در آنجا ایشان با تحیات و سلام روبرو می شوند و در آنجا جاودانه به سر می برند و چه قرارگاه و اقامتگاه نیکویی. شما نباشد پروردگار من به شما اهمیت قائل نمی شود بلکه شما واقعا او را تکذیب کردید پس به زودی این مجازات بر شما لازم می گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. فارسی کتابی است که حق را آشکار می سازد. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. شاید تو از پی ایشان خود را از شدت اندوه هلاک گردانی به این که چرا مسلمان نمی شوند. این نشأ ننزل علیهم من السماء بخواهیم از آسمان بر ایشان نشانه فرود می آریم که در برابر آن گردنهایشان خم گردند. و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین. هیچ پندی جدیدی نیست که از جانب پروردگار رحمان به ایشان بیاید مگر آن که از آن رو بر تابنده اند. ایشان واقعاً پیام حق را تکذیب کردند ولی با ایشان در مورد آنچه به آن استهزا می کردند به زودی آگاهی لازم خواهد آمد. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. آیا به زمین ندیدند که چه تعداد از هر جنس مفیدی را در آن گنجانیدیم؟ این فی ذلک لا و ما کان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این نشانه است اما اکثرشان مسلمان نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. حقا که پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان. و اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون. و بیادار هنگامی را که پروردگار تو به موسی ندا داد که برو پیش قوم ستمگار قوم فرعون آیا ایشان از خدا نمی ترسند؟ موسی گفت ای پروردگار من واقعا می ترسم از این که مرا تکذیب کند. و یضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی
سینه من تنگ می شود و زبانم روان نیست، یعنی بندش دارد. پس با هارون نیز رسالت بخش. ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون. و افزون بر آن ایشان بر من ادعای جرمی دارند که می ترسم مرا بکشند. قال کلا فاذهبا بآیاتنا این خداوند گفت چنین نیست، آنها به شما آسیبی رسانیدن نمی توانند، پس هر دوی شما با نشانه‌های ما بروید، بگمان که ما با شماییم و شنونده این جریانات می باشیم. فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. شما هر دو نفر نزد فرعون بروید و بگوید ما فرستاده پروردگار عالمیانیم که با ما بنی اسرائیل را بفرست. قال الم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش نکردیم و تو سالیان درازی از عمر خود را در میان ما نگذراندی و آن کرده خود را انجام دادی و تو از ناسپاسان. قال فعلتها اذا و انا من الضالين. موسی گفت من این کار را در حال ناخبری کردم. از پیش شما گریختم چون از شما ترسیدم. در این دوره بود که پروردگارم به من قدرت بخشید، پروردگار من مرا از پیامبران گردانید. و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. و آیا این نعمتی است که آن را بر من منت میگذاری که بنی اسرائیل را بر دست ساختی؟ فرعون گفت چیست پروردگار عالمیان؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسی گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، اگر اهل یقینی. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون به کسان دور و بر خود گفت آیا نمی شنوید؟ قال ربكم و رب آبائكم الاولین. موسی گفت پروردگار شما و پروردگار نسل های پیشین شما. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون گفت یقینا پیامبر شما آن که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. موسی گفت پروردگار مشرق و مغرب و هر آنچه در بین این دوست، اگر عقل دارید. قال لئن اتخذت الها غیری لأجعلنک من المسجونین. فرعون گفت اگر جز من معبودی بگیری تو را از زندانیان خواهم ساخت. قال اولو جئتك بشیء مبین. موسی گفت آیا حتی اگر به تو نشانه روشنی بیاورم؟ قال فأتی به ان کنت من الصادقین. فرعون گفت اگر راست میگویی آن را بیاور. فألقا عصاه فإذا هی ثعبان مبین. در این حال موسی عصای خود را افکند و ناگهان آن عصا به گونه آشکار اژدهای شد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وباز دست خود را از گریبان کشید، ناگهان برای بینندگان سفید درخشنده می نمود. قال لمن
جادوگران دور پیش خود گفت این شخص واقعا جادوگر داناست. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون. میخواهد شما را با سحرش از سرزمین شما بیرون سازد، پس مشوره شما چیست؟ گفتن او و برادرش را مهلت دید و به شهرها کسانی را بفرست که مردم را جمع آوری کنند و از میان ایشان ساحران ماهر را برای تو بیاورند. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. به این ترتیب ساحران به همان روز مشخص جمع آوری شدند. و قیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. و به مردم گفته شد آیا شما نیز در این اجتماع اشتراک می کنید تا باشد که ما ساحران را پیروی کنیم اگر پیروز شود. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. چون ساحران آمدند به فرعون گفتند آیا برای ما پاداش مناسب داده می شود اگر ما برنده شویم؟ قال نعم و انکم اذن لمن المقربین. فرعون گفت بله و یقینا در چنین حالتی از مقربان خواهید بود. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. موسی به ساحران گفت بیفکنید آنچه را که میخواهید بیفکنید. فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. در این حال ساحران ریسمانها و عصاهای خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون ما یقینا پیروز میشویم. فالقا موسی عصاه فاذا هی تلقف ما یأفکون. سپس موسی عصای خود را افکند و همان دم هر آنچه تزویر کرده بودند همه را به کام خود فرو برد. فألقی السحرة ساجدین. قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. ساحران بی اختیار به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار عالمیان همان پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. فرعون گفت آیا به او ایمان آوردید پیش از این که من برای شما اجازه بدهم؟ یقینا او سرکرده شماست که به شما سحر آموخت، اما به زودی به سرنوشت خود پی خواهید برد. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم اجمعین. به یقین دست ها و پاهای شما را از طرف مخالف قطع می کنم و بیگمان همه شما را به دار می کشم. قالوا لا ضیر این گفتند باکی نیست چون بیگمان ما به سوی پروردگار خیش بازگشتنی هستیم. اینا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. توقع داریم پروردگار ما خطاهای ما را بیامرزد چون ما نخستین کسانی هستیم که ایمان آوردیم. و موسی وحی کردیم که بندگان مرا شبانگاه از مصر ببرد و یقینا شما تعقیب می شود. فأرسل فرعون فی المدائن حاشرین. آنگاه فرعون به همه
شهرها کسانی را فرستاد تا مردم را جمع کنند. إنها أولئك شرذمة قليلون و به ایشان بگویند اینها یعنی بنی اسرائیل گروه اندک و پراگنده اند. و إنهم لنا لغائظون و إنا لجميع حاذرون و بگمان ایشان ما را شدیدن خشمناک ساختند و ما همه مسلح و آماده پیکاریم. فأخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم كذلك و اورثناها بنی اسرائیل پس ایشان را از باغها و چشمسارها خارج گردانیدیم و نیز از گنج ها و مقام و منزل گرامی. آری این چنین و بر بنی اسرائیل اینها را میراث دادیم. فأتبعوهم مشرقین و این ترتیب ایشان را در هنگام طلوع آفتاب تعقیب کردند. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی چون این دو گروه یکدیگر را دیدند یاران موسی گفتند واقعا که ما دستگیر شدگانیم. قال کلا ان معی ربی سیهدین موسی گفت هرگز نه واقعا پروردگار من با من است او به زودی مرا رهیاب می سازد. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم در این حال به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزن. پس دریا شق شد و هر قسمت آن مانند کوه نهایت بزرگ گردید. و ازلفنا ثم الاخرین گروه دیگر را در آنجا نزدیک آوردیم. و موسی و همه آنانی را که با او بودند نجات دادیم. ثم اغرقنا الآخرین إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين سپس دیگران را غرق کردیم بیگمان در این رویداد نشانه است اما اکثر ایشان ایمان نیاوردند. و این ربک لهو العزیز الرحیم و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منی و مهربان. و اتلو علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون و بر ایشان خبر ابراهیم را بخوان چون به پدر خیش و قوم خیش گفت چی چیز را می پرستید. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين گفتند بتان را می پرستیم و به خدمت آنها مجاوریم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون گفت آیا این بتان از شما می شنوند هنگامی که به آنها نیایش می کنید یا آیا به شما سود یا زیان می رسانند؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون گفتند نه بلکه پدران خود را یافتیم که چنین می کردند. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤكم الاقدمون فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي
آنچه را شما و پدران و پیشینیان شما می پرستیدید امانها همه به من دشمنند، مگر پروردگار عالمیان، آن که مرا آفرید و باز مرا رهیاب می گرداند، آن که مرا غذا می دهد و آب می دهد، و هنگامی که مریض شوم او مرا شفا می دهد، و آن که مرا می میراند و باز مرا زنده می گرداند، آن که امیدوارم خطاهای مرا در روز جزا بیامرزد. بر من حکمت ارزانی کن و مرا به صالحان پیوست گردان، برای من در امتهای آینده ذکر خیری را قرار دی، مرا از وارثان بهشت سرشار از نعمتها بگردان. وقفر لأبی انهو کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. پدرم را بیاموز، بیگمان او از گمراهان بود، و مرا در روزی که آدمیان بر انگیخته می شوند رسوا مکن، روزی که ثروت و فرزندان سود نمی بخشند جز آن کسی که به حضور خداوند با قلب سلیم بیاید. و ازلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. در آن روزی که برای پرهیزگاران بهش نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان ظاهر می شود و به ایشان یعنی مشرکان گفته شود کجاست آنچه را می پرستیدید و جز خدا آیا این معبودان شما شما را کمک کرده می توانند یا در حد اقل از خود دفاع کرده می توانند؟ به این ترتیب اینها یعنی معبودان باطل و پیروان گمراهشان در آن نگونسار می شوند و همه لشکریان ابلیس نیست. قالوا و هم فیها یختصمون تالله این کنا لفی ضلال مبین اذ نسویكم برب العالمین و ما ایشان در آنجا در حالی که به مخاصمه می پردازند خطاب به معبودان باطل خیش می گویند با خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم که شما را با پروردگار عالمیان برابر می پنداشتیم و ما را جز مجرمان کسی گمراه نکرد. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمین. اکنون ما کسانی را نداریم که از ما شفاعت کنند و نه هم دوست گرم یعنی مهربان. فلو ان لنا کرتا فنکون من المؤمنین. اگر برای ما بازگشتی به دنیا باشد از مؤمنان می باشد. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این رویداد نشانه است ولی بیشتر ایشان مؤمن نیستند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. حقا که پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منیع و مهربان. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند چون برادرشان نوح برایشان گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من
اتقوا الله و اطیعون. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم، باری از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. از شما بر این تبلیغ خیش پاداش نمی جویم، نیست پاداشم مگر بر پروردگار عالمیان، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. گفتند آیا ما به تو ایمان آوریم، در حالی که پسترین مردم تو را پیروی کرده اند؟ نوح گفت آیا چی می دانم که ایشان چی اعمال داشتند؟ این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. نیست حسابشان مگر بر پروردگار من اگر شعور داشته باشید. و ما انا بطارد المؤمنین. من مؤمنان را از پیش خود نمی رانم. این من نیستم مگر بیم دهنده آشکار. قانون این لم تنتهی یا نوح لتکونن من المظلومین. گفتند ای نوح اگر تو از این دعوت خیش دست بردار نشوی از جمله سنگسار شدگان خواهی شد. قال رب این قومی کذبون. نوح گفت ای پروردگار من براستی قوم من مرا تکذیب کرده اند. فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین. پس تو در میان من و میان ایشان به گونه آشکاری فیصله کن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند نجات بده. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون. پس ما او و همراهانش را در کشتی مملو از انسان و انواع حیوانات نجات دادیم، سپس بقیه را بعداً غرق ساختیم. این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. بیگمان در این نشانه است، اما اکثر ایشان مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منیع و مهربان. کذبت عاد المرسلین. قوم عاد پیامبران را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. چون برادر ایشان هود گفت آیا شما از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. من برای شما پیامبر امانتکاریم، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. از شما بر این تبلیغ خیش پاداش نمی جویم، نیست پاداشم مگر بر پروردگار عالمیان. اتبنون بکل ریع آیتا تعبتون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بطشتم جبارین. آیا در هر جای بلندی از روی بلهوسی نشانه آباد می کنید و برای خود قلعه‌های مستحکمی می سازید تا مگر جاودانه بمانید و چون کسی را دستگیر کنید ستمگارانه دستگیر می کنید؟ فاتقوا الله و اطیعون و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون. لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و از ذاتی بترسید که شما را به چیزهایی که می دانید امداد کرده است. امدتون بی انعام و بنین و جنات و عیون اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. شما را به چارپایان و نیز به فرزندان برومند امداد کرده است، همچنین به باغ‌ها و چشمه‌ها.
براستی من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم. قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين. گفتند برای ما یکسان است، خواه ما را پندهی یا از پندهندگان نباشی، نیست این جز همان روش پیشینیان. و ما نحن بمعذبین، و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. فکذبوه فأهلکناهم ان فی ذلك لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. به این ترتیب او را تکذیب کردند، پس ما ایشان را هلاک ساختیم. بیگمان در این نشانه است، مگر بیشتر ایشان ایمان ندارند. و این ربک لهو العزیز الرحیم، و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منیع و مهربان. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. قوم ثمود پیامبران را تکذیب کردند، چون برادرشان صالح برایشان گفت آیا شما از خداوند نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. حقا که من برای شما پیامبر امانتکاری هستم، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. و ما اسألكم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. از شما بر این تبلیغ و شما پاداشی نمی جویم، پاداش من صرف بر پروردگار عالمیان است. اتترکون فیما هاهنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها هضیم. آیا شما در لذت جویی از نعمتهای اینجا ایمین گذاشته می شوید؟ در این باغها و چشمها و این کشتها و نخلستانهایی که میوه نوبر آن نازک و شاداب است. و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین فاتقوا الله و اطیعون. و شما از کوها خانه ها می تراشید و در آن به عشرت می گذرانید، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. و فرمان مسرفان را اطاعت نکنید، آنانی که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی ورزند. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين. گفتند واقعا تو از جادو کرده شدگانی، تو نیستی جز بشر مثل ما، اگر راست میگویی پس برای ما نشانه بیاور. نشانه ای که آوردم این ماده اشتر است که برای او از نهر این قریه حقابه است و برای شما نیز حقابه است در روز معین. ولا تمسونا بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم. به او آزار نرسانید، ورنه شما را عذاب روز بزرگ فرو میگیرد. فعقروها فأصبحوا نادمین فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اما ایشان ماده اشتر را پی کردند و بعدا از کرده خیش پشیمان شدند، پس عذاب الهی ایشان را فرو گرفت، حقا که در این نشانه است، اما اکثر ایشان مؤمن نبودند.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ و بیگمان پروردگارت هم اوست صاحب قدرت منعی و مهربان. كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. قوم لوط پیامبران را تکذیب کردند وقتی که برادرشان لوط به ایشان گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بیگمان من برای شما پیامبری امانتکاری هستم، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. و ما اسألكم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. از شما بر این تبلیغ خیش پاداش نمی جویم، پاداش من صرف بر پروردگار عالمیان است. جهانیان و مردان پیش می شوید و آنانی را که خداوند برای شما به حیث جفت یعنی همسر آفریده است می گذارید، بلکه شما قومی تجاوزگر می باشید. قالون این لم تنتهی لوط لتکونن من المخرجین. گفتند ای لوط اگر تو بس نکنی یقینا از اخراج شدگان خواهی بود. گفت من از این عمل شما از نفرت دارندگان. ربی نجینی و اهلی مما یعملون. پروردگار من و خانواده ام را از این عملی که ایشان انجام می دهند نجات بدی. فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم فساء مطر المنذرین. پس ما او را و خانواده او همگی را نجات دادیم جز پیرزنی را که در میان باقی ماندگان بود، سپس دیگران را هلاک کردیم و بر ایشان بارانی را از سنچل بارانیدیم، پس چی بد است بارانی بیم داده شدگان. این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم. بیگمان در این رویداد نشانه ایست مگر اکثر ایشان مؤمن نبودند. و این ربک لهو العزیز الرحیم. و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منیع و مهربان. کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. اصحاب ایکه پیامبران را تکذیب کردند وقتی که شعیب به ایشان گفت آیا شما از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. من برای شما پیامبر امانتکاری هستم، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. و ما اسألكم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. بر این تبلیغ خیش از شما پاداش نمی جویم، پاداش من صرف بر پروردگار عالمیان است. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. پیمانه را کامل بدهید و از آنهای ما باشید که مردم را خسارمند می سازند. وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و با ترازوهای صحیح وزن کنید و به مردم اموالشان را کم ندهید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست میازید.
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين و از ذاتی که شما و نسل‌های پیشین را آفریده بترسید. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء صادقین. گفتند تو صرف از جادو شدگانی و نیستی تو جز بشری مانند ما و یقینا میپنداریم که تو از دروغ گویانی. پس اگر از راست گویان هستی پاره از آسمان را بر ما بینداز. قال ربی اعلم بما تعملون. گفت پروردگار من با آنچه میکنید آگاه تر است. فکذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. به این ترتیب او را تکذیب کردند، پس عذاب روز ابر سایه افغان ایشان را فرا گرفت. بیگمان که آن عذاب روز بزرگی بود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. حقاً که در این نشانه است ولی بیشترشان ایمان نیاوردند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بیگمان پروردگار تو هم اوست صاحب قدرت منیع و مهربان. حقا که این قرآن فرود آورده پروردگار عالمیان است، آن را روح الامین فرود آورده است بر دل تو تا از پنددهندگان باشی. بلسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین. به زبان عربی واضح، بیگمان این امر در کتاب پیشینیان نیز آمده است. اولم یکن خود نشانه برای ایشان نیست که علمای بنی اسرائیل حقانیت آن را می دانند؟ ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین. اگر ما آن را به برخی از عجمیان نازل می کردیم و اگر آن را بر ایشان می خواند به آن ایمان نمی آوردند. و این ترتیب ما آن را در دلهای گناهکاران در آوردیم. لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون فیقولوا هل نحن منظرون. به آن ایمان نمی آورند تا آنکه عذاب دردناک را ببینند، اما عذاب بر ایشان ناگهان می آید در حالی که هیچ توجه به آن ندارند. در این حالت است که می گویند آیا ما مهلت داده می شویم؟ افبعذابنا یستعجلون افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا یوعدون ما عذاب کردن ما شتاب می کنند؟ آیا دیدی اگر ایشان را سالها زندگی بهره ورگردانیم بعد از آن همان عذابی که به ایشان وعده داده شده به ایشان بیاید؟ همه چیزهایی که از آن بهره ور بودند ایشان را از این عذاب بی‌نیاز ساخته نمی تواند. و ما اهلکنا من قریه
ذکرا و ما کننا ظالمین. هرگز ما اهل سرزمین را هلاک نکردیم مگر اینکه برای آنها اخطار دهندگانی بوده است تا مگر پند گیرند و ما هرگز ستمگر نبودیم. و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغی لهم و ما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. شیاطین این قرآن را فرود نیاوردند، نه به ایشان شایسته است و نه هم می توانند که چنین قرآنی به وجود آورند. واقعا ایشان از شنیدن آن یعنی اخبار آسمان ها برکنار شدند. فلا تدعو مع الله الها آخر فتكون من المعذبین. پس هیچ معبودی را با خدا نیایش مکن ورنه از عذاب شدگان خواهی بود. و انذر عشیرتك الاقربین و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. و خویشاوندان نزدیکت را بیم بده و بال خود را برای مؤمنانی که تو را پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند پس بگو بیگمان من از آنچه شما انجام می دهید بیزار و بر خداوند صاحب قدرت منی و مهربان توکل کن، آن که تو را وقتی که برای عبادت بر میخیزی می بیند و نیز حرکات تو را در میان سجده کنندگان، حقاك هم اوشت شنوا ودانا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. آیا شما را با خبر کنم که شیاطین بر کی فرود می آیند؟ بر هر دروغگوی گناهکاری فرود می آیند، گوش می گیرند و آنچه را شنیده اند به دوستان خود می رسانند و بیشترشان دروغگو هستند. و الشعراء یتبعهم الغاوون. پیامبر شاعر نیست، شعرا کسانی اند که گمراهان ایشان را پیروی می کنند. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون و انهم ایشان در هر وادی از سخن سرگردان می شوند و ایشان چیزی را می گویند که به آن عمل نمی کنند بجز آنانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام دادند و خدا را بسیار یاد کردند و چون مظلوم واقع شدند از خود دفاع کردند. ستمگاران به زودی پی می برند که به چی سرنوشتی دچار می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدى و بشرى للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة. این آیات قرآن و کتاب واضح آشکار کننده است، هدایت و مژده برای مؤمنان، آنانی که نماز را به تمام و کمال برپا می دارند و زکات می دهند
و هم ایشانند که بر آخرت یقین دارند. این الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الأخسرون. بیگمان آنانی که با آخرت ایمان ندارند اعمالشان را برایشان آراسته، پس ایشان سرگردانند. اینهایند که برایشان عذاب شدید است و در آخرت هم ایشانند زیانکارترین مردم. بیگمان قرآن به تو از نزد خدای با حکمت و دانای رسانیده می شود. اذ قال موسی لأهله انی آنست نارا سآتیكم منها بخبر او آتیكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. به یاد آور وقتی را که موسی به خانواده خود گفت بیگمان آتشی را دیده ام، به زودی من از آن برای شما خبری می آورم یا پاره آتشی می آورم تا گرم شوید. پس چون پیش آن آتش آمد ندا شد با برکت است آن که در آتش است و آن که پیرامون آن می باشد و منزه است خداوند پروردگار عالمیان. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم و القی عصاک فلم بیگمان منم آن خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت. عصایت را بیافکن. پس چون آن را دید که حرکت میکرد گویی مار سفید باریکی است، برگشت پا به فرار نهاد و به عقب خود ندید. ای موسی ما ترس، بیگمان پیامبران نزد من نمی ترسند مگر کسی که ستم کرد سپس در بدل آن بعد از بدی نیکی کرد. پس حقا که من آمرزنده و مهربان هستم. و ادخل یدك فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین. دست خود را در جیب خود در آور که سفید یعنی درخشان بدون لکه یا عیب بیرون آید. اینها از نه نشانه اند به فرعون و قوم او، بگوان ایشان قوم فاسق. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتا قالوا هذا سحر هنگامی که نشانه‌های روشنی بخش ما به ایشان آمد آنها گفتند این سحر است آشکار. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. و از روی ستمگاری و تکبر از آنها انکار کردند گرچه دلشان به آن گواهی می داد،
پس ببین که سرانجام مفسدان چی شد. ولقد آتینا داود و سلیمان علما و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بگمان ما به داود و سلیمان علم دادیم و آنها گفتند ستایش خدای راست که ما را بر بسا از بندگان مؤمن خود برتری بخشید. و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء. سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم، برای ما لسان مرغان تعلیم داده شده است و از هر چیز به ما عطا شده است. واقعا این از همان فضیلت آشکار. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. برای سلیمان لشکریان او از جن، آدمی و مرغ جمع می شدند و ایشان همه با نظم خاص قرار داده شده بودند. چون به سرزمین مرچگان رسیدن، مرچه گفت ای مرچگان، بلانه های خود در آید، مبادا سلیمان و لشکریان شما را نافهمیده پایمال کند. فتبسم ضاحکاً من قولها و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی فی عبادك الصالحین. سلیمان از سخن مورچه تبسم کرده گفت پروردگارا، مرا بر آن دار تا شکر نعمتی را بستایم که به من و به پدر و مادر من عنایت کردی و عمل صالح انجام دهم که مورد رضای تو گردد و به مرحمت خود مرا در صف بندگان صالح خود درآر. و تفقد الطیر فقال پرندگان بازجویی کرد و گفت مرا چی شده که هدهد را نمی بینم، یا او از جمله غایبان است؟ لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. بیگمان او را شدیدا مجازات خواهم کرد یا او را سر خواهم برید، مگر اینکه بر غیاب خود برایم دلیل واضحی بیاورد. فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین. اما دوره غیاب هدهد صرف کمی دوام کرد. چون بازگشت گفت من معلومات فراگیری کسب کرده ام که تو آن را فرا نگرفته ای و به تو از سرزمین سبا خبر راستین آورده. اینی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. بیگمان در آنجا زنی را یافتم که بر ایشان سلطنت میکرد و به او از هر چیز داده شده است و تختی بزرگ دارد. و جدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. و دریا
یافتم که او و قومش به عوض خداوند به آفتاب سجده می کنند. شیطان اعمالشان را برایشان زینت داده است و ایشان را از راه حق باز داشته است و از این رو رهیاب نخواهند شد. چرا به خداوند سجده نمی کنند که آنچه را که در آسمان ها و زمین پنهان است بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکارا می کنید می داند؟ خداوندی که جز او معبودی نیست و پروردگار عرش عظیم است. سلیمان گفت به زودی ما خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا از دروغگویانی. اذهب بکتابی هذا فألقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون. این نامه ام را ببر، آن را به ایشان بیفکن، سپس از ایشان کنار بگیر و انتظار بکش ببین که چی جواب میدهد. ملکه گفت ای بزرگان قوم، بیگمان نامه گرامی به سوی من افکنده شده است. اینه من سلیمان و اینه بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه سلیمان است و این به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم آغاز یافته. و به این توصیه شده که بر من برتری مجویید و به سوی من به حیث مسلمان بیایید. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. ملکه گفت ای بزرگان قوم، در این کارم به من فتوا دهید. من تا کنون هیچ کاری را فیصله نکرده ام مگر آنکه شما حاضر بودید. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. گفتند ما صاحب قوتیم و نیروی شدید جنگی داریم، ولی فیصله کار در اختیار توست، پس ببین چی دستور میدی. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. گفت چون پادشاهان به سرزمین درآیند آن را به تباهی می کشانند و اهالی صاحب عزت آن را ذلیل می سازند و چنین می کنند. و این مرسلتون الیهم به هدیت فناظرتون بما یرجع المرسلون. به ایشان تحفه می فرستم و به این ترتیب می بینم که فرستادگان من با چی برداشتی بر می گردند. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما خیر مما آتاكم بل انتم بهدیتكم تفرحون. چون نماینده ملکه نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت آیا مرا به مال امداد می کنید؟ پس آنچه خداوند به من داده بهتر است از آنچه برای شما داده، بلکه این شما هستید که به هدیه خود دل خوش کرده اید. ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون. به
سوی ایشان بازگرد و به ایشان بگو که با چنان لشکریانی به جنگ ایشان خواهیم آمد که توان مقابله با آن را نداشته باشند. ایشان را از آنجا با ذلت بیرون می کنیم و ایشان احساس حقارت خواهند کرد. قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان گفت ای بزرگان قوم، کدام یک از شما تخت او را نزد من می آورید پیش از این که ایشان با فرمانبری نزد من بیایند؟ قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك و انی علیه لقوی امین. فرد کار آزموده از طایفه جن گفت من آن را پیش از آن که از مجلس خود برخیزی به تو می آورم و بیگمان من به این کار واقعا توانا و امینم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیك به قبل ان یرتد الیك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. شخصی که علمی از کتاب داشت گفت من آن را به تو پیش از آن که چشم بر هم زنی میارم. پس چون سلیمان آن تخت را دید که در نزد او استقرار یافته گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر می کنم یا ناسپاسی می نمایم. کسی که شکر کند پس حقا که برای خود شکر می کند و کسی که ناسپاسی کند یقینا پروردگار من بی نیاز و صاحب کرم است. قال نکرو لها عرشها ننظر اتهتدی ام تكون من الذین لا یهتدون. سلیمان گفت تختش را برای او ناشنا سازید تا ببینیم آیا رهیاب می شود یا از کسانی است که رهیاب نمی شود. فلما جاءت قیل اهکذا عرشك قالت کأنه هو و اوتینا العلم من قبلها و کنا مسلمین. پس چون ملکه آمد به او گفته شد آیا تخت تو این گونه است؟ گفت عیناً این همان است و پیش از این به ما علم داده شده بود و فرمان بردار بودیم. و فضها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. سلیمان او را از آنچه در سابق جز خدا می پرستید باز داشت وی بیگمان از گروه کافران بود. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواری قالت رب اینی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. به او گفته شد به قصر درای، اما هنگامی که آن را دید آن را آبی پنداشت که دارای امواج متلاطم است و از ساقهایش جامه را برزد. سلیمان گفت بیگمان این قصری است که از شیشه شفاف ساخته شده است. بلقیس گفت ای پروردگار من، واقعا بر نفس خود ستم کرده ام و حالا با سلیمان به خداوند پروردگار عالمیان ایمان آوردم. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون.
و به سوی قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم که خداوند را بپرستید، اما ایشان دو گروه شدند و با هم به مخاصمه پرداختند. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح گفت ای قوم من، چرا به بدی بیش از نیکویی شتاب می کنید؟ چرا از خدا طلب آمرزش نمی کنید تا باشد بر شما رحم شود؟ قالوا اطیرنا بك و بمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. گفتند ما با تو و با کسانی که همراه تو ان شگون بد زدید. صالح گفت مرغ اقبال و ادبار شما در نزد خداوند است، بلکه شما مردمی هستید که آزمایش می شوید. و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون. و در آن شهر نه گروه بودند که در زمین فساد می‌ورزیدند و مصلح نبودند. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون. گفتن بیایید به خدا سوگند یاد کنید بر صالح و خانواده او شب خون می زنیم و بعد از آن به ولی او می گوییم ما هلاکت خانواده او را مشاهده نکردیم و از آن خبر نداریم و ما راست گوییم. و مکر مکرا و مکرنا مکرا و هم لا یشعرون. ایشان چاره سنجیدند و ما نیز چاره سنجیدیم در حالی که ایشان احساس نداشتند. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین. پس ببین انجام دسیسه ایشان چگونه بود؟ همین بود که ایشان و قومشان همه را نابود کردیم. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پس این است خانه‌هایشان که به سبب ظلمشان ویران شده است، بیگمان در این نشانه است برای قومی که می‌دانند. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. و آنانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات دادیم. و لوطاً اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة و انتم تبصرون. و بیاد آور لوط را هنگامی که به قوم خیش گفت آیا کار شرم‌آور انجام می دهید در حالی که زشتی این عمل را می بینید؟ اینکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. آیا با مردان و نه با زنان به شهوت پیش می شوید بلکه شما قوم جاهل هستید. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. پس جواب قوم او جز این نبود که با یک دیگر گفتند خانواده لوط را از شهر خود بیرون کنید، ایشان یقینا مردم پاکدامنی هستند. فأنجیناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرین. پس او و خانواده اش را نجات دادیم جز زنش را که مقدر کردیم از جمله باقی ماندگان در عذاب باشد. و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین.
بر ایشان بارانی از سنگ چل را بارانیدیم و چی بد است بارانی بیم داده شدگان. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. بگو ستایش خدای راست و سلام بر بندگانی که ایشان را برگزیده است. آیا خدا بهتر است یا آنچه با او شریک می آورند؟